اگه با من بیاین آیه بعدی، آیه 13 رو نگاه کنیم، پولس بعد اینکه اینا رو توضیح میده میگه 13، اما اکنون در مسیح عیسی، برای 13مین بار کلمه در مسیح دوباره تکرار میشه، شما زمانی که دور بودید به واسطه خون مسیح نزدیک شدید. در عهد عتیق زمانی که معبد و اون هیکل رو ما داشتیم، میتونستن غیر یهودی ها وارد معبد یهودیه بشن و با یهودی ها باشن، ولی در یک حیات مخصوص که با یک دیوار جدا میشد و نمیتونستن وارد مکان مقدس بشن. اونجا فقط برای یهودی ها بود و بعد مکانی بود، مکان مقدس برای کاهنان و جایگاهی بود که بهش میگفتن قدس الاقداس، که اونجا فقط کاهن اعظم میتونست وارد بشه، اونم سالی یک بار برای قربانی برای کل قوم. و قداست خدا اجازه نمیداد هر کسی هر وقت که میخواد وارد حضور خدا بشه. و اشاره که اینجا میکنه میگه شما که غیر یهودی هستید، که همه ما رو در بر میگیره، میگه یک زمانی شما دور بودید و نمیتونستید وارد بشید در معبد، نمیتونستید و حتی خود یهودی هم نمیتونستند به قدس الاقداس وارد بشن، ولی میگه امروز شما میتونید وارد بشید. خاطرم از زمانی که من با حالا تو خانواده‌ام با هر کسی که صحبت می‌کردم می‌گفتن فلانی به خدا خیلی نزدیکه، این کارو بکنی به خدا نزدیک‌تر می‌شی. ولی در مسیحیت ما همچین تعلیمی نداریم. ما یا از خدا دوریم به خاطر گناهانمون، حالا یکی ممکنه بگه من گناهام کمتره، نزدیک‌ترم، این نیست. چون اگه ما بخوایم اینجوری صحبت کنیم یعنی خدا رو نمی‌شناسیم، قداست خدا رو نمی‌شناسیم. خدا اینقدر مقدسه، خدا اینقدر نورانیه که ذره‌ای تاریکی درش نیست. یعنی من نمیتونم بگم گناه من الان اینقده، یه نفر داره مثلا 100 نفر رو میکشه. حالا یک مثالی اگه وقت کنیم میزنیم که هیچ، برای خدا مهم نیست ما چقدر گناه داریم. یه دونه گناه برای خدا کافیه که جداش از ما به خاطر قداستش. 1000 تا گناه هم برای خدا همین. مثل اون مثالی که میگن وقتی که شما زیر آبی چه یه وجب چه 100 وجب. و سیستم خدا و قداست خدا هم همینه. و زمانی که ما راجع به آیه 13 راجع به اینه که دور بودیم و نزدیک میشیم، ما یا دوریم یا نزدیک، و کلید ماجرا در خون مسیحه. میگه نه به خاطر اینکه شما یه روزی تصمیم گرفتین که انسان خوبی بشین، تصمیم گرفتین مدرسه بسازید، تصمیم گرفتید گناه نکنید، وارد شدید، نزدیک شدید، نه. میگه به خاطر خون مسیح یک زمانی که دور بودی حالا نزدیکی.